نهمین روز آبان ماه برابر با 31 اکتبر سال 1339 خورشیدی برابر با 1960 میلادی، زادروز رضا پهلوی ولیعهد ایران. شاهزاده رضا پهلوی حاصل ازدواج محمد رضا شاه با شهبانو فرح پهلوی است. او نخستین فرزند پسر محمد رضا شاه بود که مطابق با قانون اساسی ولیعهد ایران به شمار می آمد. از آنجا که شاه ایران در پی دو ازدواج قبلیش نتوانسته بود فرزند پسر و ولیعهد مورد نیاز برای نهادینه کردن سلطنت در ایران را به بار آورد، تولد رضا پهلوی برای دربار سلطنتی ایران اتفاق بسیار مهمی تلقی می شد و سال روز تولد او تا پایان دوران پهلوی توسط حکومت وقت گرامی داشته می شد. رضا پهلوی 7 ساله بود که پدرش محمد رضا شاه تاج ولیعهدی را بر سر گذاشت و به این ترتیب او رسما ولیعهد ایران شد. اما با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، ولیعهد جوان نیز به همراه خانواده پهلوی خاک ایران را ترک کردند. وی در حال حاضر دارای 3 دختر به نامهای نور، ایمان و فرح می باشد. سال 1280 خورشیدی برابر با 1901 میلادی، برگزاری اولین مسابقه بین المللی فوتبال در جهان. اولین مسابقه بین المللی فوتبال در جهان بین 2 تیم ملی فوتبال مجارستان و اتریش انجام شد. البته قبل از مسابقه میان تیم‌های مجارستان و اتریش، مسابقه دیگری در سال 1872 بین اسکاتلند و انگلستان انجام گرفته بود. اما چون اسکاتلند بخشی از بریتانیای کبیر محسوب می شود، این بازی یک مسابقه بین المللی محسوب نمی شد و مسابقه اتریش و مجارستان در واقع اولین مسابقه رسمی در سطح بازی های بین المللی در نظر گرفته شد. نتیجه این مسابقه 5-2 به نفع اتریش تمام شد. در سال 1900 میلادی مسابقه فوتبال در بازی‌های المپیک به عنوان یک بازی تیمی به رسمیت شناخته شد، ولی پیروزی در آن مدال نداشت. در سال 1904 فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در سوئیس تشکیل شد و سپس مسابقات بین المللی جهانی با عنوان جام جهانی فوتبال راه اندازی شد. اما این بازی ها از سال 1930 به دلیل حدوث جنگ جهانی دوم برگزار نگردید. سال 1363 خورشیدی برابر با 1984 میلادی، ترور ایندیرا گاندی، سیاستمدار و نخست وزیر پیشین هند. ایندیرا فرزند جواهر لال نهرو و یار نزدیک مهاتما گاندی، معمار استقلال هند از یوغ استعمار بریتانیا بود. ایندیرا گاندی به مدت 15 سال در سمت‌های مختلف از جمله نخست وزیری و ریاست کنگره هند مشغول به کار بود. او در سال 1917 در الله آباد به دنیا آمد و در دوران کودکی بیشتر در خانه مورد آموزش قرار می گرفت، اما بالاخره برای ادامه تحصیلات آکادمیک به دانشگاه اکسفورد در بریتانیا رفت. طرح کنترل جمعیت هند از راه کاهش میزان باروری در کشور یکی از جنجالی ترین فعالیت های ایندیرا گاندی بود. او عاقبت به دست 2 تن از محافظان خود ترور شد.